ایالات متحده آمریکا بچه‌بازان تاجیکستان را طرفداری نمود. به زنان تاجیک تحمل پذیری را می‌آموزانند. طلبگان تاجیک را به جمع‌کنی کاغذ کهنه و آهن پاره‌رایی نمودند. تشکیلات حمایت حقوق انسان Human Rights First کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا ریکس تیلرسن را دعوت نموده است تا اینکه در خصوص تقدیر همجمعیت بچه‌بازان و دختربازان در تاجیکستان برای به قید فوری گرفته شدن انسان‌های غیر انتظامی جنسی به طور عاموی خواطر بودنش را اظهار نماید. به دپارتمنت دولتی ضرور است که جر اندازد و به طور گشاد عاید حمله تاجیکستان به نمایندگان همجمعیت بچه‌بازان و دختربازان بیانات دهد که او نیت قابل قبول کردن را ندارد. ابراز نمود 18 اکتبر تشکیلات حمایه حقوق. باید قید نمود که وقت‌های آخر کوشش غرب خصوصاً ایالات متحده آمریکا برای پهن نمودن ایده‌های آزادی انتظامی جنسی در منطقه‌های مسلمان نشین کشورهای سابق اتحاد شوروی زود نمایان شده ایستاده است. این عمل را اساساً وسایط اخبار عامه از طرف بودجه آمریکا مبلغ گذاری شده ایستاده اجرا می‌نماید. در شهر خوجند برای آموزاندن تحمل پذیری به زنان، آزادی و دیگر پندارهای دنیوی یکمین مکتب کشاده شده است. بنگاه با نام مکتب زنانی سرور نامگذاری کرده شده است. در آن علاقه 20 نفر زنان و دخترانی که در ساحه‌های گوناگون فعالیت دارند تحصیل گرفته ایستادند. چطوری که خدمات مطبوعاتی اداره شهر خوجند خبر می‌دهد، تحصیلات اول را به زنانی سردار نمایندگان کمیته عاید به کارهای زنان با عالیه جمهوری تاجیکستان به حاجت رحیمووا شهروندی با افتخار شهر خوجند گذراندند. اینچنین به او دیگر فعالان ولایت نیز کمک نمودند. به هر یک گروه زنان مکتب مسکور کورس‌ها در دوام 3 ماه گذرانیده می‌شوند. پس از به اتمام رساندن کورس‌ها به ختم کنندگان گواهینامه زنی سردار داده می‌شود. یادداشت می‌کنیم که سالهای آخر رژیم رحمان به سمت زنان تاجیکستان فعالیت را خیلی وسعت داده است. از یک طرف حکومتداران بر ضد لباس اسلامی و حجاب مبارزه می‌برند، از طرف دیگر به جوان دختران تاجیک برنامه معرفتی با قدریت‌های غرب را تحمیل می‌نمایند. با مناسبت این باید سخنان متفکر فرانسوی عصر 19 الکسیس د توکویل را به یاد آورد که گفته بود: انسان‌هایی هستند که مرد و زن را نه تنها در برابری بلکه در شباهت داشتن این سعی و تلاش می‌ورزند. به هر دوی آنها حقوق‌های یکخیله داده، مجبوریت‌های یکخیله را نیز می‌گذارند. آنها می‌خواهند که مرد و زن یکخیل کار کنند و یکخیل وقت خوشی گذرانند. انیق است که این برابرکنی نتیجه خوب ندارد و به تنزل طرفین گرفتار شده مردان ضعیف می‌شوند، زن‌ها باشند بد اخلاق می‌گردند. در ناحیه رشتی جمهوری تاجیکستان حکومت قرار نمود که طلبگان و والدین را برای جمع‌آوری مبلغ به حساب پرداز قرض کتاب‌های درسی با راه جمع‌آوری چهارمغز، خوج، کاغذ کهنه و آهن پاره جلب نماید. در این خصوص به خبرنگاران رئیس شعبه معارف ناحیه رشت زرینا ایدیوا خبر داد. وزیر معارف به ما مصلحت داد که کودکان را به جمع‌آوری پخته یا اینکه جمع‌آوری حاصل کارتاشگرایی کنیم. ما جواباً گفتیم که این کار امکان ناپذیر است، زیرا خواجگی که کرتاشکه را پرورش نموده است با قوه خود حاصلش را جمع می نماید. آنگاه او به ما مصلحت داد که خوچ و چهارمغز جمع آوری نماییم. ابراز نمود ایدیوا. قرض عمومی مکتب‌های ناحیه رشت از اجاره کتاب‌های درسی تقریباً 500 میلیون سومانی را تشکیل می‌کند. وزارت معارف و فن تاجیکستان به مکتب‌ها کتاب‌های درسی را با مهلت 3 سال اجاره می‌دهد. چطوری که در خدمات معلومات داده‌اند، سال یکم از طرف مکتب 34% پرداخت کرده می شود. سال دوم مسایم باشد 33% از نرخ کتاب پرداخت کرده می شود. عموما در کشوری که تحصیلات میانه مکتب مجبوری است، باید از طرف دولت مبلغ گذاری کرده شود. گرچند که وسایط اخبار عامه در خصوص کشاده شوی مکتبی نو از طرف خودی پیشوای ملت بانگ میزند، ولی وضعیت در سیستم معارف خیلی غمگین می باشد. همینطور در دهه تنیالی جماعتی دهنه شهری کلاب که 1000 نفر زندگی به سر میبرند، زیاده از 100 طلبگان مکتب در آشیانه یکمی خانه شخصی تحصیلات میگیرند. استقامت کنندگان محلی شکایت کرده میگویند که 20 سال این جانب برای ساختن مکتب به فرزندانشان از طرف حکومت اجازه داده نمیشود. رئیس دهه تنیال بازار علی سفروف سنه 22 اکتبر در همصحبت با رادیوی آزادی گفت که با وعده‌های خشک و خالی کار از جایش نمیجنبد. به همه جا مراجعت کردیم. نمیدانم چرا مراجعتی ما را کسی نمیشنود. آیا فرزندانی ما نوی دویمند؟ میگوید او. با گفته معلمه مکتب نورجان قاسیمووا پیشتر بینای مذکور برای فرمنان با ششگاهی زراعتکاری به حساب می رفت. از سال 1991 شروع نموده بینای مذکور همچون مکتب استفاده برده می شود. بعضا صاحب منزل زیست می پرسد که ساختمان مکتبی نو که شروع می شود و ما از اینجا می کشیم. حالا کودکهایش خوردند. بنابراین ما را طاقت می کند. گفت او. زمینش جدا کرده داده ایشان دو سال زیاد شد از ساختمان مکتب.